خوب و سرحال و پر انرژی باشین و خنده روی لبای زیباییتان باشه. به نام پروردگار بخشنده و مهربان، سلامی به تمام شما بچه های خوب و دخترای نازنین. امیدوارم امروز چهارشنبه را مثل روزای دیگه با خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. انشاءالله. و دوستای نازنینم، همینطور که غزل جان گفت، یک روز چهارشنبه دیگه با هم دیگه هستیم و یک سلام خاص دیگه بکنیم با او کسایی که تازه به ما پیوستن و از طریق یوتیوب هم برنامه رو دنبال میکنن. بله. انشاءالله اونو هم پر انرژی و خوب و سرحال باشن. انشاءالله. همون قسمی که گفتم، امروز چهارشنبه است و ما چهارشنبه آیتم یک سفر یک چکر داریم. بله. یعنی که یکی از ولایت‌های افغانستان را براتون معرفی میکنیم و امروز میخواییم درباره ولایت فاریاب برتا معلومات بده. بله دوستای نازنینم، امروز میخواییم یک سفر بکنیم به ولایت فاریاب، یک چکر بزنیم با هم دیگه، ببینیم که ولایت فاریاب چگونه ولایتی هست، اگر یک زمانی خواستیم سفر کنیم چه رقم بتونیم انتخاب بکنیم ولایت فاریاب یا نه. پس آخر برنامه با ما همراه باشین که میخواییم در مورد ولایت فاریاب با هم دیگه معلومات جمع بکنیم، اما یادمون نره که آیتم آخرمون کار دستی داریم. بله، پس اول شروع میکنیم از معرفی ولایت فاریاب. بله. میگیم که ولایت فاریاب یکی از ولایت‌های شمال افغانستان است، یعنی که در شمال افغانستان موقعیت داره و حدود 815 کیلومتر از کابل دورتر است، یعنی که در 815 کیلومتری شمال کابل موقعیت داره. بله، در نقشه هم که با هم دیگه میبینیم در قسمت شمال افغانستان یعنی کشورمون موقعیت داره و همچنان با کشور همسایمون یعنی ترکمنستان هم سرحد یا مرز مشترک دارن. و دوستان نازنین، مرکز ولایت فاریاب که هست شهر یا ولسوالی میمنه هست و همچنان اینکه 14 ولسوالی داره که با هم دیگه باز معلومات جمع می‌کنیم. اما در مورد آب و هوای فاریاب اگر بگویم، یک آب و هوای متوسط داره که اگر بگویم به خصوص در فصل بهار برندگی زیاد هست. بله. و از این لحاظ هم زمین‌های زراعتی زیادی داره و به خاطر ازی که مثلا از لحاظ زراعت حاصلات فراوانی هم داره، در گذشته فاریاب به نام گودام افغانستان یاد می‌کردن. بله، چون که گفتیم ولایت فاریاب یکی از مناطق بوده که بیشتر بارندگی در اونجا صورت میگرفت. بله. خصوصا در فصل بهار. پس میفهمیم که ولایت فاریاب یکی از ولایت پرحاصل میباشه. بله، و گفتیم که مرکز ولایت فاریاب که هست شهر میمنه هست که همین میمنه به معنای خجسته است، اما 14 ولسوالی داره که براتون نام میبریم که غزل جان برامون نام ببره. بله، گفتیم که ولایت فاریاب 14 ولسوالی داره. بله. که نامایشان رو میگیم: پشتونکوت، المار، قیصار، خواجه سبزپوش، شیرین تگاب، دولت آباد، بلچراغ، گرزیوان و لولاش، یعنی به معنی کوهستان میتونیم بگیم که اینا 14 ولسوالی که در ولایت فاریاب موقعیت داره میباشند. بله، اما در مورد باشندگان یا ساکنین فاریاب اگر بگویم شهر فاریاب، اقوام محترم ازبک، تاجک، پشتون، ترکمن و ایماق در اونجا تشکیل میتن ساکنین شهر و همچنین که اقوام دیگر مثل عرب، هزاره، مغول و کوچی ها هم زندگی میکنن. اما زبانهایی که بیشتر رایج هست ازبکی، دری، ترکمنی و پشتونی باشن. اما اگر بگویم که در ولایت فاریاب بیشتر کدام قوم زندگی میکنن، ازبک ها هستن. بله، پس ما میتونیم بگیم که در ولایت فاریاب هم از هر قوم مردم در اونجا زندگی میکنن. بله، و همچنین که در ولایت فاریاب آببندهایی هم وجود داره که یک سربند آب وجود داره به نام سرحوض که میتونه آب آشامیدنی زراعتی باشه. بله، و میتونیم بگیم که بغیر از آببند، آببندهای دیگه هم در ولایت فاریاب موقعیت داره. بله، خب دوستای نازنینم، در مورد این که موقعیت جغرافیاییش و همچنین که ولسوالی های ولایت فاریاب با هم دیگه فهمیدیم، اما حالا بریم طرف فرهنگش که در ولایت فاریاب در قسمت فرهنگش دانستن که پیشرفت زیادی بکنه. بله. از هر لحاظ اگر بگویه مثلا شاعران، نویسندگان، حتی نقاشان و کسایی که رسام بودن هم اونجا زیاد پرورش پیدا کردن و تونستن که برای ولایت خود افتخار زیادی بیارن. بله، از اون چند نفری که ما میتونیم بگیم که برای ولایت فاریاب و همچنین برای کشور ما افغانستان خیلی میتونن بگیم که نام‌آور بودن. بله. چند تایشان رو نام میگیریم: جناب ظهیرالدین ظهیر فاریابی بودن، پروفسور غلام محمد میمنگی نقاش رسام بودن و محمد یحیای نادر قیصاری بودن و جنید الله حاذق بودن. بله، که دوستای نازنینم، البته مشاهیر دیگه هم وجود داشته و شخصیت‌های معروف دیگه هم در ولایت فاریاب بوده، اما خب چون وقت برنامه ما کم است و نمیشه که کلش بگویم، مشالله زیاد هستن، یک چند تاشو برای نمونه ما برای شما گفتیم. اما جناب غلام محمد میمنگی اگر در موردش گپ بزنیم، اولین پروفسور در آسیای شرقی است که یکی از افتخار آفرینان افغانستان هست. چرا؟ چون که با هنر نقاشی و رسامی در سطح جهان رسیده بوده، یعنی این مهارت بالا رو داشته در قسمت رسامی.
که یک دو تا رسمیشو با هم دیگه ببینیم. یکی از رسمیشون این بوده و رسمی بعدیش هم ببینیم که اگر دقت کنیم واقعا یک مهارت خاصی میخواد در قسمت که بخوایم چنین رسمی ها رو بکشیم. پس باید افتخار بکنیم که چنین رسمی و نقاش زبردست در کشور ما داریم. بله، همون رقمی که از روی تصویرهایی که کشیده بودن از روی رسمیاشون میتونیم بفهمیم که یک رسام بسیار ماهری بودن. بله، البته داشتیم، ما گفتیم که داریم، البته داشتیم این رسام، ولی بله، اشخاصی که واقعا رتبه بالایی دارن یا مهارت بالایی در راستا دارن میتونیم بگیم که همیشه نامشان زنده هست و حتی میگیم که داریم، چون میتونن یک الگویی باشن برای کسایی که در این زمینه میخواهند پیشرفت بکنن این شهر. بله، ولی میریم طرف رسانه‌هاش که فاطمه جان بر ما توضیح میده. بله، اگر بگیم اولین نشریه به نام استوری در سال 1322 در فاریاب به چاپ رسید که در حال حاضر این نشریه به نام فاریاب به شکل هفته نامه صورت میگیره. هفته نامه اگر بگیم که از نامش هم پیداست، هر هفته مثلا همین نشریه صورت میگیره و میتونن ساکنی یا باشندگان ولایت فاریاب براحتی از این نشریه استفاده بکنن. بله، و نشریه های دیگه ای هم در ولایت فاریاب هست به نام صدای ملت، صدای بله، قلم، حقیقت و دیگر نشریه ها. میتونیم بگیم که در اونجا در ولایت فاریاب موقعیت داره. بله، خب در مورد فرهنگش هم که با هم دیگه فهمیدیم، حالا بریم طرف آبدات تاریخیش که در ولایت فاریاب ده ها زیارتگاه وجود داره که از جمله اگر نام ببریم زیارت امام صاحب شاه مردان که قدمگاه امام علی علیه السلام میباشد. بله، و میتونیم بگیم که آرامگاه لقمان حکیم هم در ولایت فاریاب موقعیت داره. بله، و همچنین آرامگاه دانیال پیامبر علیه السلام و زیارت بتوجان خواجه سبزپوش و تعداد دیگر هم آرامگاه ها و همچنین که زیارتگاه ها وجود داره که جزء آبدات تاریخی میباشد، یعنی که سالهای بسیار قبل یا در گذشته ها مردم اینا رو ساختن یا میتونن که اونجا مثلا زیارت بکنن. بله، دوست اینو زینم بیشتر در مورد ولایت فاریاب میخوایم با هم دیگه معلومات جمع بکنیم، اما در این بخش برنامه با هم دیگه بریم میان برنامه رو ببینیم. پس که برگشتیم ان شاء الله باز هم با ما باشی. دوستای عزیزم، تا حالا که در برنامه با ما بودین درباره ولایت فاریاب براتون معلومات دادیم، ولی حالا میایم طرف یکی از ویژگی‌هایی که در ولایت فاریاب داره. میتونیم بگیم که ولایت فاریاب چشمه‌زارهای شفابخشش موقعیت داره. بله، که اگر بخوایم نام ببریم چشمه گرگاب است که در ولسوالی بلچراغ واقع شده و این چشمه میتونیم بگیم که به خاطر از این مردم استفاده میکنن که بعضی از حیوانات هستن که گرگ زده میشن، یعنی حیوانات گرگ زده گیره در داخل این چشمه میمونن و همچنین که شفا پیدا میکنن. و گرگ زده ما چی رو میگیم؟ بعضی از حیوانات هستن که زمانی که مثلا گرگ به اینا حمله میکنن بالاخره بازن جان سالم و در میبرن، اما یک ترسی وجود داره در وجود اینا و از همین لحاظ است که شاید همین ترس باعث شوه که اونا بمیرن. بله، از همین لحاظ اونا رو در چشمه میبرن و همچنین که شفا پیدا میکنن. بله، و یک چشمه دیگه که میتونیم بگیم که شفا بخش است، چشمه گرم بهش میگن که در منطقه چلگزه ولسوالی قیصار است. بله، و میتونیم بگیم کسایی که بدنشان بخار داره و بخار و تب دارن میتونن که اونجا برن و از او چشمه شفا پیدا میکنن. بله، دقیقاً. یکی از نکته‌های جالبش هم برای شما گفتیم، اما حالا بریم طرف معارف ولایت فاریاب که در ولایت فاریاب 504 مکتب وجود داره که 121 تاش لیسه هست و همچنان که باقی که میمونه متوسطه و ابتدایی هستن، اما متاسفانه از این 504 مکتبی که برای شما گفتیم فقط نیمشان ساختمان دارن، یعنی ساخته شده و بقیهشون ساخته نشده و شاگردان در فضای باز یا زیر خیمه درس میخوان. بله، پس دوست داریم چه بهتر است که از این امکاناتی که در دسترس ما هست بتونیم بهترین استفاده رو ببریم. بله، که واقعا مثلا حالا اگر ما فکر کنیم اونایی که در فضای باز درس میخوان در تابستان هم بالاخره گرم هست، در زمانی که خب بالاخره هوا خوب باشه که مشکلی نداره، اما زمانی که باران باشه، برف باشه، هوا هم زیاد گرم باشه دیگه واقعا طاقت نمیشه اگر ما بخوایم درس بخونیم. اما با وجود همین مشکلاتی هم که وجود داره، ساکنین ولایت فاریاب یا باشندگانشون با همین مشکلات هم میرن درس خودا میخوانن و من مطمئن هستم که تک تکشون میخوان روزی به یک جایگاهی برسن که مثل جناب میمنگی که برای شما گفتیم که برای افغانستان تونس که افتخار زیادی بره بیاره، ان شاء الله که اونا هم بتونن یک افتخاری برای ولایت خود بیارن. بله، و ما امیدوار هستیم که مکتب ها همیشه بتونن تعمیر پیدا کنن و شاگردا هم با انگیزه بالاتری بتونن به درس های خودشان ادامه بدن. ان شاء الله. بریم طرف صنعت ولایت فاریاب که جزء مشهورترین قالین افغانستان به نام مور هست که بسیار هم معروف هست و در فاریاب هم تولید میشه و همچنان شهرت جهانی داره.
بله، و گفتیم که قالین بافی در ولایت فاریاب بسیار یک پیشه مهم است. بله. حتی ما میتونیم بگیم که ولسوالی های مثل اندخوی، قرمقل، قرغان و خانجارباغ، میتونیم بگیم که مردمی که در ولسوالی ها زندگی میکنن مصارف و درآمد زندگیشان از طریق همین قالین بافی به دست میارن. بله، و همین چهار ولسوالی که خودت گفتی غزل جون، 65% از مردم هم از همین قالین بافی تونستن که مخارج زندگی خود بیرون کنن، یعنی که بتونن که مخارج زندگی خود از همین لحاظ برطرف بشه. بله، و میتونیم بگیم که مردمی که در ولایت فاریاب زندگی میکنن به غیر از اینکه صنعت قالین بافی را دارن، بله، میتونن که گلیم هم ببافن. پس یکی از ویژگی دیگه مردم فاریاب بوده میتونن. بله، از جمله قالین های معروفی که اگر ما نام ببریم که به نام علی خواجه و موری هم که گفتیم و تگاب شیرین میباشد و گلیم بافی هم در ولایت فاریاب دانسته پیشرفت زیادی بکنه. بله، و میتونیم بگیم که صنعت‌هایی که در ولایت فاریاب موقعیت داره عبارت از خامک دوزی، مورد دوزی، لنگی بافی، بافت تکه های کوبیچه، گوبیچه و تکه های ابریشمی که توسط کارگرها چه مرد باشن چه زن اونا درست میشن. بله، و صنعت زرگری، حلوی سازی، مسگری، آهنگری، نجاری و کلالی هم در ولایت فراه رواج داره. بله، و میتونیم که حالا بریم طرف زراعتش. بله، بریم طرف زراعت و زراعت ولایت فاریاب هم بتونیم معلومات جمع بکنیم که فاریاب که گفتیم آب و هوای معتدل داره و همچنین که 70% باشندگان ولایت فاریاب زراعت پیشه هستن، یعنی از طریق زراعت میتونن که همون مخارج خود تامین بسازن. بله، و از حاصلاتی که در ولایت فاریاب به دست میاد میتونیم که انگورش را بتونیم بگیم بهترین انگور است. بله. چون که ما میتونیم بگیم انگور فاریاب بسیار نام داره در سطح بین المللی حتی. بله، و همچنان خربوزه و تربوز فاریاب هم یک طعم خیلی خوبی داره که شاید بسیاری از ما را چشیده باشیم این طعم، و شاید بله. هم شنیده باشیم که همینطور که غزل جان بر ما گفت، بر علاوه انگور تربوز و خربوزش هم از شهرت زیادی برخوردار است. بله، و بغیر از این میوه ها میتونیم بگیم انجیر، سیب، بیهی، شفتالو، زردالو، آلو، گیلاس، مرود، پسته و چهارمغز هم میتونه از بقیه حاصلات این ولایت فاریاب به حساب بیاد. بله، و همچنان در ولایت فاریاب بر علاوه میوه‌هایی که ما بر شما گفتیم، در زمینه خلجات هم مردم همچنان کشت کردن و تونستن که حاصلات زیادی به دست بیارن. از جمله میتونیم بگیم که گندم، جو، جواری، نخود، مش، لوبیا، ارزن، انواع زیره کچولو و همچنان که خلجات دیگر. بله، و میتونیم بگیم که بغیر از اینکه غلجات در همو حصه زراعتشان هست، دیگه میتونیم بگیم که سبزیجات بسیار خوبی هم ولایت فاریاب داره که شامل بانجان، که انواع کدو، شلغم، زردک و بقیه سبزیجات میتونه باشه. بله، و دوست اینا زینین، یک نکته که یادمون نره و در ولایت فاریاب که هست شهرت زیادی داره، پوست قرقل هست که قرقل میدونیم که یک نوع گوسفند هست، نسل گوسفند قرقل، که پوستش ارزش بالایی داره حتی بله. در کشورهایی که مثلا کشورهای دیگه هم همچنان که صادر میشه و مردم میتونن استفاده بکنن، و اگر دقت کرده باشیم کلاهایی هم از این پوست قرقل ساخته میشه و مردم میتونن به راحتی در زمستان از استفاده کنن یا هر فصل. بله، و دوستای ما میتونن در تصویر ببینن اول شکل گوسفند قرقل دیدن. بله، بالا هم که کلاهایی که از پوست همین حیوانات، یعنی همون گوسفند های قرقل درست میشه. بله، دقیقا. خب دوستای نازنینم، رسیدیم به قسمت آخری که میخوایم درباره ولایت فاریاب معلومات جمع بکنیم، یعنی ورزش. مثل همیشه در آخر میخوایم در مورد ورزش ولایت فاریاب هم معلومات جمع بکنیم که بزکشی که میدونیم یکی از بازی هایی هست که در بیشتر ولایت های افغانستانی رواج داره. بله. و همچنان در ولایت فاریاب که هست هم بازی هست هم ورزش هست، چون بالاخره فعالیتی که انجام میده میتونه یک ورزش هم باشه هم میشه درصد. و از این لحاظ هست که در مثلا مناسبت های ملی باشه، عنعنوی باشه، از این بازی یا میتونه بگم ورزش استفاده میکنه. بله، و حتی میتونیم بگیم که همین بزکشی رو به عنوان یک ورزشی که بتونن با او مثلا سات خود تیر کنن. بله. میتونن از اون استفاده بکنن. بله، و بازی هایی که در ولایت فاریاب معروف هست همین بزکشی که گفتیم، پهلوانی، کشتیگیری و نیزه زنی هست که در فاریاب شهرت زیادی داره و بسیار هم معروف هست. بله، در کل گفتم میتونیم که ولایت فاریاب حدود 18 تا فدراسیون ورزشی داره. بله. که شامل فوتبال، والیبال، کاراته و کانگ فو میباشه. بله، و بازی کرکت هم که تازگی رایج شده اما فدراسیونی در این زمینه تشکیل نشده.
خب درباره ورزش ولایت فاریاب هم با هم دیگه فهمیدیم و در کل دوستای نازنینیم یک خلاصه ای از ولایت فاریاب با هم دیگه امروز معلومات جمع کردیم و فهمیدیم، اما باز هم اینو تکرار میکنیم که این کافی نیست. ان شاءالله بتونیم که بیشتر در مورد ولایت های افغانستان بتونیم معلومات جمع کنیم. بله و همه اینا توسط مطالعه بیشتر به دست میآید.